بنام یاد خدا، سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه برابر است با 12 حمل سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز سقط خبرها. خواست های بی پایان بر بازگشایی مکتب های دختران. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان انتقاد میکند. پسرها میتونن درس بخونن ولی ما نمیتونیم درس بخونیم. آنی بر من مشکل روحی پیدا شده. جلو تعلیم زنان نباید بسته بشه، باز بشه و انشالله بتوانن زنان دختران به راحتی اونجا تحصیل بکنن. نگرانی ها از بحران اقتصادی در کشور. انستیتوت صلح آمریکا گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، افغانستان با بحران اقتصادی روبرو شده است. جامعه جهانی کمک های حتی کمک های بشرخانه خوده مربوط به سیاست های بکارگیری و اشتغال زنها در افغانستان وابسته ساخته. برگشت بیش از 800 هزار مهاجر از ایران. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که در یک سال پسین بیش از 800 هزار تن از ایران به کشور برگشته. تا تیر یو کال که ایران هیواد نه تقریبا اطلاک و شلزر افغانان هیواد ترستان شویدی. توزیع هزاران جریب زمین برای توزیع کشاورزی و جان باختن 11 تن در یک مرکز توزیع کمک ها در پاکستان. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سبق سپهر. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان انتقاد میکند و خواهان فراهم شدن زمینه آموزش به بانوان است. نصیر احمد اندیشه از جامعه جهانی میخواهد که بر پشتیبانیش در بخش حفظ حقوق تمامی شهروندان کشور متحد بماند. از سوی هم برخی از دانش آموزان دختر میگویند که پس از بسته ماندن دروازه های مکتب ها به مشکلات روحی و روانی مبتلا شدند. فرشاد داریوش گزارش می‌دهد. نازدان دانش آموز صنف دهم از فصل رفتن به مکتب رنج می‌برد. می‌گوید نزدیک به 2 سال می‌شود که اجازه رفتن به مکتب را ندارد و پس از بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه با مشکلات روحی و روانی مبتلا شده است. پسرها میتونن درس بخونن ولی ما نمیتونیم درس بخونیم. آنی بر من مشکل روحی پیدا شده که نمیتونم درس بخونم. به هر اندازه‌ای که محرومیت طبقه ناس از آموزش و تحصیل بیشتر شود، به همون اندازه سبب نومیدی و دلسردی طبقه ناس میشه. امام جمعه اهل سنت زاهدان ایران نیز از بسته شدن در مکتب ها و دانشگاه ها بر روی دانش آموزان و دانشجویان دختر در افغانستان انتقاد می کند و از مقام های امارت اسلامی می خواهد که زمینه کار و آموزش را در افغانستان به دختران و زنان فراهم کنند. جلو تعلیم زنان نباید بسته بشه، باز بشه و انشالله بتوانن زنان دختران به راحتی اونجا تحصیل بکنن. اما رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می گوید که حکومت سرپرست مسائل حل نشده را با مشوره آلمان و در روشنایی دین اسلام برطرف خواهد کرد. ما با مشوره ها و نظرات علماء کرام امت اسلامی که با امارت اسلامی افغانستان همدردی و دلسوزی دارند به دیده قدر می نگریم و حین حل مسائل طبعا مشوره های آن را در نظر می گیریم. همزمان با این، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر آموزش زنان و دختران در کشور تاکید می کند. ما بر جامعه جهانی صدا می کنیم که در حمایت خود از یک حکومت همشمول و نماینده در افغانستان که متعهد به حفظ حقوق تمامی شهروندانش باشد، متحد بماند. نزدیک به 600 روز می شود که دروازه مکتب های متوسطه و لیسه بروی دانش آموزان دختر بسته هستند و بانک سال تعلیمی آغاز شده، اما امارت اسلامی درباره بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دختران تصمیم نگرفته است. سازمان پیمان امنیت جمعی از گسترش گروه های هراس افغان از خاک افغانستان به کشورهای عضو این پیمان
نگرانی کرده است. دبیر کل پیمان امنیت جمعی میگوید که خطر گسترش این گروه ها به مرزهای اعضای این سازمان شدت یافته است. اما وزارت دفاع امارات اسلامی حضور گروه های هراس افغان در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی را رد میکند و میگوید که مرزهای کشور زیر اداره این وزارت است. بنفشه بینش این گزارش را تهیه کرده. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست با مقام‌های ارشد دبیرخانه و ستاد مشترک این پیمان گفته است که گسترش فزاینده گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان به کشورهای عضو این پیمان وجود دارد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری تاس، دبیر کل از تهدید و راهیابی این گروه‌ها نگرانی کرده است. در واکنش به این سخنگوی وزارت دفاع امارات اسلامی میگوید که مرزهای کشور زیر اداره این وزارت است و ورود گروه‌های هراس افغان از خاک افغانستان به این کشورها حقیقت ندارد. سرحدات ما از 0 تا 100 تحت کنترل ما می باشه. لواهای سرحدی، کندکای سرحدی، پست‌های سرحدی فعال می باشه. مجاهدین شب و روز که است از سرحدات خود حفاظت و حراست میکنه و ما بارها رد کردیم همو ملاحظات و نگران‌هایی که کشورهای منطقه دارن یا بالاخره سازمان‌ها دارن، ما او را رد کردیم، باز هم رد میکنیم. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان در خبرنامه گفته است که معاون وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار با معاون پارلمانی وزیر خارجه انگلستان در امور اروپا درباره اوضاع کنونی افغانستان و محافظت از مرزها و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده اند. افغان اولس همکاری جلب سی. افغانان پدی بانی قانی سی چی در تروریزم سر جنگ کول دا دوی پا خیر دیم. دا هم ډیر زیات تاثیر کوي، د پولیس سره کومک کوي. افزون بر این، دبیر کل پیمان امنیت جمعی از نیرومند شدن مواضع نیروهای تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هشدار داده است و افزوده که این بخش نیز در افغانستان در حال فعال شدن است. اما معینیت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در نتیجه نزدیک به 5000 عملیات نظامی در سرحدات، مرزها و ولایت‌های گوناگون کشور، نزدیک به 6000 تن متهم با قاچاق و تولید مواد مخدر بازداشت شده اند. انستیتوت صلح آمریکا گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارات اسلامی افغانستان با بحران اقتصادی روبرو شده است. یافته های این گزارش نشان می دهند که به علت ممنوعیت بانوان از کار، کمک های بشری در افغانستان کاهش یافتند. وزارت اقتصاد می گوید که محدودیت بر کار نهادهای کمک کننده ایجاد نشده است. فاطمه ادیب جزئیات می دهد. انستیتیوت صلح آمریکا در گزارش تازش گفته است که ممنوعیت کار بانوان بر رفاه مردم افغانستان اثر بد گذاشته است. یافته های این گزارش نشان می دهد که این مشکل سبب کاهش کمک های بشر دوستانه در افغانستان شده است و کمک های بشر دوستانه بیشتر از این نیز کاهش خواهند یافت. وزارت اقتصاد میگوید که این وزارت محدودیت بر کار نهادهای کمک کننده ایجاد نکرده است. آمارهای این وزارت نشان می‌دهد که در حال حاضر 360 نهاد غیر حکومتی در کشور فعالیت دارند که بیشتر این نهادها در بخش کمک‌های بشر دوستانه کار می‌کنند. در حال حاضر 360 مؤسسه غیر دولتی در داخل کشور فعالیت دارد که عمدتاً فعالیت‌های زنا امدادی و بشر دوستانه هست. اسوی هم برخزاگاهان و مسائل اقتصادی به این باورند که ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی سبب کاهش کمک‌های بشر دوستانه خواهند شد. ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی به ویژه نهادهایی که خدمات صحی عرضه می‌کنند می‌تواند تاثیر کاملا منفی روی ادامه فعالیت نهادها و عرضه خدمات بگذارد. جامعه جهانی کمک‌های حتی کمک‌های بشرخانه خود مربوط به سیاست‌های به کارگیری و اشتغال زنها در افغانستان وابسته ساخته. انستیتیوت صلح آمریکا ابراز امیدواری کرده است که 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا باقی مانده است در نهایت در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که در یک سال پسین بیش از 800 هزار تن از ایران به کشور برگشتند. سخنگوی این وزارت آمار می‌دهد که از میان این مهاجران 400 هزار تن آنان به گونه اجباری به کشور برگشت داده شدند. با این حال شماری از شهروندان کشور میگویند که به علت بیکاری مجبور به ترک کشور میشوند. مترا مجیدی گزارش می‌دهد. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آمار می دهد که در یک سال پسین بیش از 800 هزار شهروند کشور از ایران برگشتند که از این میان 400 هزار تن آنان از این کشور اخراج شده اند.
این وزارت همچنان میگوید که این مهاجران به علت مهاجرت غیرقانونی و نداشتن اسناد از ایران اخراج شده اند. په تیر یو کال کې د ایران هیواد نه تقریبا 3,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. په دغه افغانانو کې تقریبا د 400,000 په شاوخوا کې هیوادوال په اجباري ډول باندې راوستل شوي دي او باقي نور په خپل خواخه باندې هیواد ته راستانه شوي دي. از سوی هم شماری از جوانان فقر و بیکاری را از علتهای مهاجرت غیرقانونی می دانند و از حکومت سرپرست می خواهند که زمینه کار را به آنان فراهم کند. فارغ التحصیل هستم، نه کار دارم، نه مثلا وضعیت اقتصادی به شدت خراب است، مجبور هستم که برم دیگه. خواست ما از امارت اسلامی است که برای جوانان یک زمینه کار مساعد کند تا بتونه جوانان در داخل جامعه خود کار کنه. با این حال برخی از فعالان حوزه مهاجرت میگویند که مهاجران در این مسیر با گونه هایی از مشکلات مانند دزدی و گروگانگیری روبرو هستند. که در این زمینه برای برون رفت از این حالات میطلبد تا روی یک نوع مهاجرت های قانونی برنامه‌ریزی و راهکارهای اساسی تازه ایجاد نمود. پیش از این سفارت ایران در افغانستان گفته است که بیش از 6 میلیون مهاجر افغانستان در ایران به سر میبرند که نزدیک به 2 میلیون تن آنان سند اقامت ندارند. رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره مشکلات بازرگانان به ویژه در بخش انتقال پول از طریق بانک ها گفتگو کرده است. از سوی هم سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری از جامعه جهانی میخواهد که تحریم ها بر سکتور خصوصی کشور را بردارد. رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی میگوید که در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره مشکلات بازرگانان افغانستان در بخش انتقال پول از طریق بانک ها به هدف خرید مواد خوراکی گفتگو کرده است. ترانسفر پولی بود که از طریق بانک ها به خارج ما پول پرستاده نمیتونیم و مواد غذایی یا مواد اولیه را که از خارج از کمپانی ها میخریم پول ترانسفر کرده نمیتونیم. این مشکل هم رایشان شریک ساختم. دوم 230 میلیون دلاری بانک های خصوصی که در اروپا دیپازیت است و اون منجمد شده از طریق پول های دیگه هم که بود 500 میلیونی که در امریکا پول های بانک های خصوصی اونجا منجمد است. در این باره هم رایش صحبت کردم. از سوی هم سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که مشکلات بانکی سبب شده است که بازرگانان نتوانند با جهان به گونه بهتر داد و ستد انجام دهد. صدای ما سر جامعه جهانی هستند که شما سکتور خصوصی افغانستان زیر سکنجه گرفتین. شما سکتور خصوصی افغانستان زیر تعذیر گرفتین. باید با دلیلش باید پیدا کنن، نباید به سکتور خصوصی افغانستان جامعه جهانی مشکلات ایجاد کنه. با این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که مشکلات بانکی بر بهای خاربار در کشور اثر بد گذاشته است. به خاطر مواد اولیه پول را که ما میخواییم روان بکنیم و بسیار کندی و آهستگی صورت میگیره و قیمت انتقالات هم بسیار بالا است. بنابراین بالای مجموع قیمت های مواد اولیه در بازار هم اثرات منفی دارم. بر بنیاد گزارش جدید سازمان ملل متحد در بیش از 1.5 سال گذشته بیش از 700 هزار نفر کارهای خود را در افغانستان از دست دادند و توان خرید مردم کاهش یافته است. ریاست پاسپورت میگوید که در سال 1401 هجری خورشیدی بیش از 500 هزار جلد پاسپورت در سراسر کشور توزیع شده است. سمرگل مادر بیمار خود را برای گرفتن پاسپورت به این ریاست آورده است. این متقاضی پاسپورت میگوید که از نزدیک به یک سال به این سو موفق به دریافت پاسپورت نشده است. مادر ما بسیار به حالت خراب قرار دارد. مادر ما را آوردیم که امیجا برای از این پاسپورت بگیریم. برای از این گرفتیم بیادر ما بیچاره از ایران آمد به خاطر مادر ما که مادر ما این رقم مشکلات زیاد است. شماری از پایتخت نشینان از مسئولان ریاست پاسپورت میخواهند که روند توزیع پاسپورت را سرعت ببخشند. سوک چه مشکل نه پاسپورت پس سوک سکی حتما پاسپورت هم ضرورت چرا دی پاسپورت ها او مریض ته ورته نن دا سبا دا نن دا سبا دا خدای نه قسم مریض خپل ژوند لا سفر موږ د ریاست پاسپورت نه دا غوښتنه ده چې دا څومره زمینه برابر کړي لدین ورپورت نور خ زمینه برابر کړي. سخنگوی ریاست پاسپورت آمار می‌دهد که در سال 1401 خورشیدی بیش از 500 هزار جلد پاسپورت در سراسر کشور توزیع شده است و روند توزیع 10 هزار جلد پاسپورت در روز جریان دارد.
د څوارلسو یو کال په شاوخوا کې مونږ پنځلس زره شاوخوا پاسپورټونه په هیوادوالو باندې ویشلي دي چې د هغې جملې څخه مو پنځه میلیارد عواید راټول کړي. آقای پتمن می‌افزاید که روند توزیع پاسپورت به گونه شفاف جریان دارد و در سال گذشته بیش از 200 کمیشنکار و جلکار به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. تقریبا څه باندې 200 کمیشنکاران نیولی دي. کمیشنکاران، جلکاران، فسید کوونکي چې په دې برخه کې هڅې کولې هغه نیول شوي او ارگانو ته سپارل شوي. بر بنیاد اطلاعات ریاست پاسپورت در یک سال گذشته از رهگذر توزیع پاسپورت بیش از 5 میلیارد افغانی درآمد به دست آمده است. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمده. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که به هدف توسعه بخش کشاورزی هزاران جریب زمین را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اجاره داده است. سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که روند توزیع زمین به سرمایه‌گذاران جریان دارد و انتظار می‌رود که با اجاره این زمین‌ها بخش کشاورزی کشور رشد کند. په زرها و هکتار په لکه ها و جریب مزکه دا د کرنې وزارت د طرفه سه سرمایه گذارانو ته چې په دې کې د کرنې په برخه کې او همداشان د هیواد د نورو تولیداتو د پروسس او دغه رقم د شرکتونو یا کمپنیو د جوړولو په برخه کې پر دې باندې سرمایه گذاری وکړي مزکه ورته په اجاره ورکول سوې ده. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که برای میکانیزه شدن کشاورزی در افغانستان طرح 5 ساله آماده کرده است. زراعت په میکانیزه کولو کې یا د زراعت په عصري کولو کې لله الحمد ډیر ګامونه اخیستل سوي دي. یو 15 کلنه طرح موږ لرو چې هغه به په راتلونکي 15 کاله کې عملي کیږي او د دې سره به انشاءالله زراعت ډیر پرمختګ کوي. از سوی هم شماری از کشاورزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که در بخش کود کیمیاوی، سردخانه ها و آبیاری زمین های کشاورزی آنان را کمک کنند. دولت ده خواهش منگل رو چه منگ سر ده بند په حساب آنده، ده ویالو په حساب آنده، ده نیالو په حساب آنده، ده کود کیمیایی په حساب آنده، ده تخمو په حساب آنده، اصلاح شوی تخمو نمنگ تراکی. هیچ چیز نداده ده صاحب زمین نه گندم شدیده نه کود شدیدیم نه همه چیزی که کشت زراعت و چیز خمازش ندیدیم. بسیاری از روستانشینان در افغانستان مصروف کشاورزی هستند و از همین ره گذر درآمد به دست می آورند. اما در این اواخر سرازیر شدن سیلاب ها روستانشینان را به مشکل جدی روبرو کرده است. شهرداری کابل می گوید که تیم های سیار این اداره نرخ ها در بازارهای کابل را با جدیت نظارت میکنند. این نهاد از بازرگانان میخواهد که در ماه مبارک رمضان گران فروشی نکنند. از سوی هم برخی از باشندگان کابل میگویند که بهای مواد خوراکی در پایتخت هنوز هم بلند است و مردم توان خرید آن را ندارند. به این ترتیب رسیدیم در اینجا به پایان خبر شش. از امرویتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.